فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فعالان حوزه اقتصاد، علاقه‌مندان به تجارت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه میخواید موفق بشید، ابتدا باید موانع اون رو بشناسید. امروز میخوام در رابطه با این موضوع برای شما صحبت بکنم. موانع بسیاری سر راه کار تجارت وجود داره و شما زمانی که میخوای وارد کار تجارت بشی و توی اون کار موفق بشی، ابتدا باید موانع کارتو بررسی بکنی، اونها رو بتونی هموار بکنی، از سر راهت برداری تا بتونی توی کارت به اون نتیجه دلخواهی که میخوای برسی و به اصطلاح موفق بشی. اولین موردی که شما با اون برخورد میکنید در رابطه با کار تجارتتون این که مشتری ندارید. از کجا بتونید برای خودتون مشتری بیارید؟ جذب مشتری رو از چه طریقی انجام بدید؟ خب راه‌های مختلفی برای پیدا کردن مشتری وجود داره، راه‌های سنتی و مدرن. توی راه‌های سنتی خب تبلیغات به صورت بیلبورد، به صورت تبلیغات تلویزیونی، پخش تراکت و سایر پارامترهای دیگه وجود داره. و توی تبلیغات مدرن خب شبکه‌های اجتماعی و اینترنت گزینه‌هایی هستن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام که توی کشور ما خیلی رواج داره و سایت هم که گوگل هست و شما میتونید تبلیغات رو روی اون انجام بدید. اون چیزی که ما روی اون تایید داریم و آراد روی اون برنامه ریزی میکنه تبلیغات در اینترنت هست. شما میتونید از طریق تبلیغات توی اینترنت خودتون رو برند کنید، خودتون رو به مشتریاتون بشناسید تا اونها بتونن با شما ارتباط بگیرن. بعد از اینکه تونستید تبلیغات خوبی برای خودتون انجام بدید، باید به فکر این باشید که بازار هدف کالایی هم که دارید رو مشخص بکنید. اینکه کالای شما بیشتر توی کدوم یک از مناطق خواهان داره. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهان خرید محصول شما هستن، یا کشورهای بالای سرمون حوزه CIS کشورهایی هستن که کالای شما رو بیشتر مورد خرید قرار میدن، یا کشورهای جنوب شرقی آسیا، یا اینکه محصول شما کیفیت مطلوبی داره و میتونید توی کشورهای اروپایی اون رو به فروش برسونید، یا اینکه نه، جامعه هدفتون این هست که محصول خودتون رو توی کشورهای آفریقایی به فروش برسونید. پس باید بازار هدف کالای خودتون رو هم بشناسید تا بتونید تبلیغات رو به صورت اصولی تر انجام بدید و مشتری ها رو از اون مقاصدی که مد نظرتون هست به سمت خودتون جلب کنید. بعد از اون میرسیم سراغ این که خب حالا ما بازار هدف رو شناختیم، مشتری هم با ما ارتباط گرفت، ما که نحوه مذاکره کردن رو بلد نیستیم، چجوری با این مشتری ها ارتباط برقرار کنیم؟ از چه طریقی بتونیم خودمون رو به اونها معرفی بکنیم؟ این توانایی در ما وجود نداره. خب این راه حل هم در آراد برای شما پیش بینی شده و ما ساختاری داریم و به شما کمک میکنیم تا بتونید با این مشتری ها ارتباط بگیرید. بهتون یاد میدیم چجوری اعتماد این مشتری ها رو جلب کنید و روش های مذاکره هم رو به شما آموزش میدیم. بعد از اون خب حالا ما مشتری داشتیم، جامعه هدفمون هم مشخص شد، مذاکره کردیم، اعتماد مشتری رو جلب کردیم. خب حالا ما میخواییم کالا رو براش ارسال کنیم. یه مانع دیگه ای که سر راهتون هست اینه که شما از شرایط حاکم بر حمل و نقل اطلاعی ندارید. خب این رو هم ما در کنار شما هستیم، شرایط حاکم بر حمل و نقل این کوکرنزها رو به شما میگیم و اینکه به شما آموزش میدیم مشتری اگه مثلا از شما خواست که کالاتون رو FOB بندر تحویل بدید یعنی چی و چه پارامترهایی رو در نظر بگیرید، چه شاخصه هایی رو برای خودتون مشخص بکنید و بتونید روی قیمت اصلی کالاتون بیارید تا کالا رو روی عرشه کشتی به مشتری تحویل بدید. و اینکه پارامتر بعدی که بیشتر یکی از موانعی است که شما با اون
برخورد میکنید اینه که خواست مشتریتون، سلیقه مشتریتون، شما این رو که نمیدونید، خب این رو هم کم کم میتونید توی مذاکراتی که با مشتری های خارجی دارید و راهنمایی ها و مشاوره هایی که ما در مجموعه آراد برندینگ به شما میدیم متوجه بشید که مثلا دارم میگم اگه مشتری شما توی هند هست، این مشتری کالای شما رو بیشتر با چه نوع بسته بندی و با چه کیفیتی میخواد، یا اگه مشتری دارید که توی حوزه CIS کشوری مثل روسیه، گرجستان و اینها هست، اینها با چه سلیقه ای کالای شما رو میخرن، یا اگه بخواید مشتری داشته باشید از کشورهایی مثل چین، ژاپن، اونها چه سلیقه و ذائقه ای دارن و باید با اونها به چه صورت معامله بکنید و کالا رو با چه کیفیتی به اونها تحویل بدید. تمام موانعی که سر راه شما وجود داره برای اینکه وارد دنیای تجارت بشید رو ما در مجموعه آراد برندینگ برای شما هموار کردیم، راه رو برای شما صاف کردیم و کنارتون هستیم. خودمون به عنوان مشاور و مدیر استراتژی راهنمایی لازم رو در حین انجام کار بهتون میدیم و بهتون کمک میکنیم تا بتونید به سرمنزل مقصود برسید. هیچ دغدغه و نگرانی از بابت شروع تجارت نداشته باشید، کارتون رو استارت بزنید و به دانش ما اعتماد بکنید. امیدوارم این مطلب هم برای شما مفید واقع شده باشه. دوستان و همراهان همیشگی آراد برندیم، روز روزگار بر شما خوش. یا علی، خدا نگهدار. آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت.